داد و فریاد امبپه سر مسی. لئو باجام جواب رقیب را داد. رونالدو: مسی فراتر از یک کاپیتان. خشم فرانسه از آرژانتین، تأثیر الکل زیاد است. حمله بی سابقه به ستاره های فرانسه، نجات پرستی ادامه دارد. حمله به دختر ناساله برای رونالدو، جای خواهرتان است. قاتل جان مسی هم به او تبریک گفت. اشک تلخ پسر طلایی فوتبال بعد از معجزه. بارز سلام و وقت بخیر. لیکن ویدیو کمک شایانی به ما خواهد کرد تا بیشتر دیده شویم. مطمئنن برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت. لطفا این ویدیو را لایک کنید. در صورت رضایت هم می توانید از کانال ما شوید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. خشم فرانسه از آرژانتین، تأثیر الکل زیاد است. بازیکنان البسلسته و به ویژه در وازبان این تیم با مسخره کردن فرانسوی ها قهرمانی خود را در رختکن جشن گرفتند. هواشی رختکن تیم ملی آرژانتین بعد از قهرمانی در جام جهانی با سناراتی فرانسوی ها شده و نشریه لوپاریزون در گزارش با لحن تند و بررسی این ماجرا پرداخته است. در این گزارش آمده است: این جشن دیگر خیلی تند بود. آرژانتینی ها در بوبوهای جشن قهرمانی خود در رختکن و در میان آن داد و فریاد با تمسخر بازیکنان تیم فرانسه پرداختند. البته مارتینز دقایق قبل در هنگام اعطای جام خود برای بهترین دروازه‌بان رقابت تا نیز رفتار متمایز داشته و با جست توهین‌آمیز و زشت توجهات را به خود جلب کرده بود. البته این جشن بحث‌برانگیز در رختکن شاید رایج باشد، اما حرکت او بعد از دریافت جایزه اصلا قابل توجیه نیست. در سوی دیگر سرخیو گرونیز در لایف اینستاگرام جمله بسیار توهین‌آمیز ادا کرد. یک توهین بزرگ که مطمئناً به دلیل مصرف بیش از حد الکل و سیگار برگ بوده است. قاتل جان مسی هم به او تبریک گفت. ماریو گوتسه که 8 سال قبل جلوی رسیدن لیونل مسی بارزویش را گرفت نیز لب به تحسین او گشوده است. لیونل مسی بالاخره در پنجمین دوره حضور خود در جام جهانی و در 35 سالگی به بزرگترین آرزوی خود رسیده و عنوان قهرمانی در این تورنمنت را از آن خود کرد. اما 8 سال پیش نیز لیونل مسی فاصله تا رسیدن به این هدف نداشت و دست آخر تیم ملی آلمان و ماریو گوتسه جلوی این اتفاق را گرفتند. این هافبک جوان نیز در دقایق پایانی اوقات اضافی و با ضربه تماشای دروازه تیم ملی آرژانتین را باز کرده و تا گل برتری بخش تیم ملی آلمان را در فینال 2014 به ثمر رساند. حالا بعد از 8 سال ماریو گوتسه مدت تا دیگر جای در بین بازیکنان درجه یک جهان ندارد و لیونل مسی عنوان بهترین بازیکن تاریخ را از سوی بسیاری از آن خود کرده است. تصویر منتشر شده در صفحه ماریو گوتسه تلفیق از ناکامیان شب لیونل مسی در فینال برزیل و موفقیت بزرگ شب گذشته او در خاورمیانه است. حمله بی سابقه به ستاره های فرانسه، نجات پرستی ادامه دارد. ستاره های فرانسه مانند کینگزلی کومان و اولین شوامینی با حمله شدید افراد نجات پرست در شبکه های اجتماعی روبرو شدند. تیم ملی فرانسه شب گذشته در دیدار فینال جام جهانی 2022 قطر به مسافه آرژانتین رفت و در نهایت با قبول شکست از ضربات پنالتی نتوانست از عنوان قهرمانیش دفاع کند. کینگزلی کومان و اورلین شوامینی دو بازیکن بودند که برای تیم ملی کشورشان پشت از ضربه پنالتی قرار گرفتند، اما نتوانستند آن را به گل تبدیل کنند و همین زمینه ساز قهرمانی شاگردان لیونل اسکالینی شد. اتفاق عجیبی که پس از این بازی رخ داد، هجوم بی سابقه کاربران شبکه‌های اجتماعی به صفات این بازیکنان و همچنین رندال کولو موانی بود. بسیاری با استفاده از شکلگه های میمون و کلمات رکیک و نجات پرستانه با آنها توهین کردند. این فشار به حد زیاد شد که شوامنی و موانی تصمیم گرفتند بخش نظرات را در پست های خودشان در شبکه های اجتماعی اینستاگرام غیر فعال کنند تا بیشتر از این اجازه توهین را به کاربران ندهند و نشان دهند که بسیار از این اتفاق ناراحت و آزرده خاطر هستند. این اتفاق همچنین واکنش بسیار دیگر از هواداران تیم ملی فرانسه و فوتبال دستان را به دنبال داشت که از این موضوع ابراز ناراحتی کردند. اشک تلخ پسر طلایی فوتبال بعد از معجزه. آمار خیره کننده امبپه، آینده مال توست. مرد اول خروسا در جام جهانی 2022 آمار شگفت‌انگیزی در این رقابت تا به ثبت رساند.
کیلیان امباپه وقت 19 ساله بود توانست 4 گل در جام جهانی بزند و قهرمانی را همراه با خروسوات تجربه کند، اما او امسال هم در قطر شدیداً تلاش کرد و تمام توان خود را گذاشت تا دومین جام را به دست بیاورد، ولی با وجود آقای گلی در این رقابت ها نتوانست به این مهم برسد. با وجود اینکه کیلیان امباپه جام جهانی 2022 را با خاطره تلخ و نایب قهرمانی به پایان رساند، اما هتریک در این بازی موجب شد تا او با 8 گل زده به عنوان آقای گل معرفی شود و البته در کنار آن آمارهای دیوانه کننده و عجاب انگیزی بر جای بگذارد که در ادامه به آن اشاره شده است. کیلیان امباپه دومین بازیکن فرانسوی تاریخ است که توانست به عنوان بهترین گلزن جام جهانی دست پیدا کند. پیش از این جوز فونتن طی 6 مسابقه در سال 1958 توانسته بود 13 گل به ثمر برساند و همچنین دومین بازیکن پس از فونتن شد که توانست در یک مسابقه جام جهانی هتریک کند. فونتن در جام جهانی 1958 مقابل تیم‌های پاراگوئه و آلمان هتریک کرده بود. جف هرست مهاجم سابق فوتبال انگلیس در جام جهانی 1966 توانسته در مسابقه فینال هتریک کند که امباپه تبدیل به دومین بازیکن تاریخ شد که مثل هرست در دیدار پایینی این رقابت ها هتریک کند. امباپه در فینال جام جهانی 2018 مقابل کرواسی یک گل به ثمر رسانده بود و یکشنبه شب هم برابر آرژانتین هتریک کرد که حالا با 4 گل زده تبدیل به گلزنترین بازیکن در فینال جام جهانی است. امباپه پس از واوا برزیل، پله برزیل، پاولو برایتنر آلمان و زیندن زیدان فرانسه پنجمین بازیکن است که در دو مسابقه فینال جام جهانی گلزنی می کند. پس از رونالدو برزیلی در سال 2002 هیچ بازیکن 8 گل در یک جام جهانی به ثمر نرسانده بود که ستاره جوان خراسان به این مهم دست یافت. لیونل مسی در جام جهانی امسال روی 10 گل آرژانتین 7 گل و 3 پاس گل نقش داشت که امباپه نیز عدد 10 را با 8 گل و 2 پاس گل به خود اختصاص داد. پیش از این دو ستاره کنونی دنیای فوتبال هیچ بازیکن غیر از دیگو مارادونا در سال 1986 که 5 گل زد و 5 پاس گل داد در تاریخ جام‌های جهانی به عدد شگفت‌انگیز 10 نرسیده بود. امباپه در سن 23 سالگی تعداد گل‌های خود را به 12 گل در جام جهانی رساند تا با رکورد پله برابری کند. میرسلاو کلوزه آلمان 16 گل، رونالدو برزیل 15 گل، گرد مولر آلمان 14 گل و لیونل مسی از آرژانتین 13 گل بیش از او در این رقابت ها گلزنی کردند که البته ستاره فرانسوی حداقل 3 جام جهانی دیگر برای رکورد شکنی فرصت دارد. امباپه با گلزنی در فینال 36مین گل خود را به ثمر رساند و از دیوید ترزگه در عدد 6م بهترین گلزنی تیم پیشی گرفت. امباپه مقابل آرژانتین در طول 97 ثانیه 2 گل به ثمر رساند که این سریع ترین دبل تاریخ در فینال جام جهانی است. رکوردی که پیش از این در اختیار رونالدو برزیلی با دبل در طول 2 دقیقه و 12 ثانیه در سال 2002 قرار داشت. رونالدو مسی فراتر از یک کاپیتان. رونالدو نازاریو پس از قهرمانی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 به تمجید از لیونل مسی پرداخت. یاران مسی شب گذشته فرانسه و امباپه را در ضربات پنالتی شکست دادند. قهرمان جام جهانی تنها عنوانی بود که مسی در کارنامه خود نداشت، اما ستاره فوتبال آرژانتین سرانجام موفق شد در پنجمین جام جهانی خود این کپ را هم بالای سر ببرد. رونالدو که دوبار عنوان قهرمان جهان را به دست آورده با اشاره توییتی نوشت: این مرد هر رقابتی را به گوشه می اندازد. من بسیاری از برزیلی ها و مردم از سراسر جهان را دیدم که در این فینال آتشین مسی را تشویق می کردند. این یک خداحافظی شایسته برای نابغه‌ای بود که بسیار فراتر از یک ستاره جام جهانی ظاهر شد و کاپیتان یک دوران بود. تبریک به مسی. حمله به دختر 9 ساله برای رونالدو جای خواهرتان است. یک دختر 9 ساله مراکشی به خاطر شوخی با کریستیانو رونالدو روزهای دشواری را سپری کرده است. اشکای رونالدو در قطر پس از حذف پرتغال مقابل مراکش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 در سراسر جهان به شدت مورد توجه هواداران فوتبال قرار گرفت. برخی از جمله یک دختر 9 ساله مراکشی به شوخی با رونالدو پرداخته و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در این ویدیو این دختر با تمسخر رونالدو میگوید: تیم ملی پرتغال حالا در فرود کا هست، رونالدو کجاست؟ او در ماشینش گریه می کند، بیچاره رونالدو. مادر این دختر مراکشی در پست در صفحه خود نوشت: فقط می خواهم بگویم که اکنون دخترم شرایط روحی و روانی بسیار سخت را پشت سر می گذارد. او 9 سال است و فقط می خواست خوشحالی خود را ابراز کند، اما متاسفانه قربانی رسانه های اجتماعی شد. از همه طرفداران کریستیانو رونالدو به خاطر اتفاقی که افتاده عذرخواهی می کنم. لطفا طور داستان را در نظر بگیرید که انگار او خواهر کوچک شماست و دخترم را ببخشید. داد و فریاد امباپه سر مسی. لئو باجام جواب رقیب را داد.
یک شادی تکراری پس از همه گل ها برای تضییع روحیه فوق ستاره آرژانتین گریگوشای فرانسه برای قهرمانی نبود. امباپه در کنار اینکه نمیخواست اجازه بدهد دیلن مسی به قهرمانی برسد، شدیداً با هم باشگاه خود بر سر کسب عنوان آقای گلی بازی ها رقابت داشت، ولی در نهایت جام به کسی رسید که کمتر نسبت به دیگری پس از گل های خود شادی و سر و صدا کرد. کیلیان امباپه در 97 ثانیه پاسخ دو گل آرژانتین در نیمه اول را داد و با یک گل بیشتر نسبت به مسی در سر جدول گلزنان جام جهانی قرار گرفت و پس از اینکه بازی را به تساوی کشید، شادی عجیب مقابل فوق ستاره ال بی سلسته انجام داد. امباپه پس از هر دو گل ابتدای خود مقابل آرژانتین، در حالی که قدم زنان به وسط زمین می رفت، هر دو بار وقتی به لیونل مسی رسید با سر و صدا بنای برای همباشگاهی خود و رقیب بازی فینال کره خواند تا روحیه او را هم تضعیف کند، ولی این حرکتی او در پایان مسابقه بی نتیجه ماند. مسی که در زمان شادی ها و داد و بیداد امباپه در زمین چمن سکوت کرده و با خونسردی بازی را ادامه داد، در نهایت با بالا بردن جام جهانی به کره های جوان فرانسوی واکنش داشت.